سلام سهشنبه 19 شهریور 92 10 سپتامبر 2013 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه بالاخره این پیشنهادی رو که چند روزی بود شایع بود که در مورد سوریه مطرح خواهد شد به از پرده برون آمد و به پیشنهاد روسیه قرار شد که حکومت بشار اسد کلیه تسلیحات شیمیاییش رو تحت کنترل بین المللی قرار بده آقای ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم که به روسیه رفته بلافاصله فاصله این پیشنهاد رو پذیرفت آقای اوباما گفت پیشنهاد روسیه مانع جنگ میشه و ارزش فکر کردن داره و جان کری وزیر خارجه امریکا بعد از ملاقات با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه مطبوعاتی عنوان کرد که سوریه ظرف یک هفته باید تمام سلاحهای خودش رو تحویل بده آقای حریرید رئیس مجلس سنای امریکا هم اعلام کرد که با توجه به پیشنهاد جدید رأیگیری سنا برای حمله به سوریه رو یک هفته عقب میاندازم وزیر خارجه فرانسه هم عنوان کرده سه شرط داره شرط اول باید سوریه فوری سلاحاشو رو تحویل بده شرط دوم این سلاحها همه از بین بره و شرط سوم مقصرین و عاملین این حمله شیمیایی باید تسلیم دادگاه های بین المللی بشد مقصرینی که به گفته آقای جان شخص بشار اسد برادرش ماهر اسد و یک جنرال ارتش سوریه امکان دستور دادن و تسلط به سلاح های شیمیایی رو داشتن آقای بشار اسد در مصاحبه با چارلی روز مقداری امریکا رو تهدید کرده بود و گفته بود سلاح شیمیایی ممکنه دست گروه هایی با... که منظورش حزب الله بود بیفته که به خود امریکا حمله کنند آقای اوباما هم تو یک مصاحبه که این روزها زیاد هم آقای اوباما مصاحبه میکنه جوابش رو داده و گفته اونها فقط بچه ها رو میکشند و خلاصه سوریه اندازه این حرفها نیست که بخواد امریکا رو تهدید کنه اما این تحول جدید که به نظر میرسه میتواند از حمله نظامی جلوگیری بکنه باید گفت که از یک طرف اسد و رژیمش رو از زیر فشار فوری بیرون میاره چون هر نوع تحویل سلاح یا حتی محاکمه عاملین موضوع کشداری میشه که این زیر تیق بودن رو مهلت ایجاد میکنه ضمن اینکه اسد میتواند بازی صدام رو بکنه و حالا حالاها ماجرا ادامه پیدا بکنه از سوی دیگه آقای اوباما رو هم از زیر فشار کنگره بیرون میاره به خصوص اینکه به نظرسنجی های مطبوعات امریکا نشون میده که به احتمال زیاد در کنگره به خصوص مجلس نمایندگان رای نمیاره و افکار عمومی مردم امریکا هم در مخالفت با جنگ روز به روز درصدش بالاتر میره و آخرین سنجش رو من دیدم صحبت از 60 درصد مخالفت هست و اما بیش از همه این پیشنهاد اگر اجرا بشه به نفع روسیه است برای اینکه هم رژیم اسد رو از سرنگونی نجات داده هم روابطش با آمریکا رو ترمیم کرده و هم اینکه به عنوان یک قدرت و ناجی مهم بین المللی و میانجی مهم هم مطرح میشه بر حال به دنبال بیرون اومدن این پیشنهاد تحلیل های مختلفی شده از جمله اینکه گفته میشه توافق اصلی بر سر این پیشنهاد در ملاقات 20 دقیقه ای آقای اوباما و پوتین به عمل آمده و پاره مفسرین میگن که حتی بر سر اسنودن کسی که افشاگر مسائل امنیتی امریکا بوده و شنودها و کنترل ها هم ممکن است که از این در این توافق بوده باشه و انقریب موضوعی هم برای او مطرح بشه به هر صورت این تحول که ورق بزرگی میشه گفت خورد در حوادث یکی دو هفته گذشته فقط یک بازنده بزرگ خواهد داشت اون هم مردم سوریان بیش از 1400 نفر که کشته شدند که 420 نفرشون دست کم کودک بودند و مسئله مقابله ای رو که مردم سوریه با رژیم اسد دارند کماکان ادامه خواهد داشت. نکته دوم اینکه آقای خامنه ای دیروز در صحبت هایی که بیشتر ایشون خودش رو احساس کرده بود صلاح دین ایوبی و جنگ های سلیبیست در جمع ام جمعه سراسر سر کشور حرف های رو زد که به نظر من فقط از یک مغز علیل و عقب افتاده برمیاد ایشون عنوان کرد که حکومت باید تحرکات غرب رو در چارچوب رویارویی اصیل عمیق و مبنایی غرب با اسلام تحلیل کنه انگار قرن مثلا یازده دوازده میلادی است و ما در میانه جنگ های صلیبی قرار داریم نکته دیگه صحبت ایشون این بود که گفت دولت غربی باطنا از کشتار مردم احساس رضایت میکنن احساس ناراحتی نمیکنند و یک سره ایشون گفت سیاست مداران غربی خصلت دروغگویی دارند و دروغ میگن ضمنا ایشون کشورهای غربی رو گفتش چون خودشون رو عقب مانده از تفکر انقلاب اسلامی میدیدند در نتیجه با تمام توان خود تمام توان خودشون رو به کار گرفتن این حرفها که اه اه واقعا میشه گفت از یک شخصیت بیمار در میاد اما همین شخصیت بیمار برای اینکه از سوی دیگه زیر فشار تحریم قرار داره و میفهمد که کشور رو به آستانه نابودی برده دلش میخواد که به نوعی تحریم ها برداشته بشه به همین دلیل در همین صحبت ایشون یک تفکیکی بین استراتژی و تاکتیک کرده و خلاصه ای این تفکیک تفکیکش یعنی این که بنده خامنه ای میرم این حرفا رو میزنم این فخشا رو به غرب میدم و ولی دولت بر اساس تاکتیک بره مصالحه بکنه همراهی بکنه و بلکه بتونه مشکل های تحریم ها رو حل بکنه ضمن اینکه ایشون در جمع ائمه جمعه شروع کرد جایی که شاید مناسب ترین جا هم براش باشه فاصله بگیره فاصله خودش رو از دولت افزایش بده و خلاصه بدون اینکه کاسه زهر بخوره با جست صد درصد ضد غربی و عرض شود که انگار که صلاح دین ایوبی و پرچم جنگ با غرب و مسیحیت روی کولش هست دولت رو روانه میدون بکنه بلکه بتواند تحریم ها رو برداره نکته سوم این که کارگران کیانتایر سرانجام به پیروزی دست رسی پیدا کردند و وزارت صنایع تعهد کرد که مالک قبلی کارخانه بر نگرده و معوقات کارگرها پرداخته بشه با حذف ارز مرجع برای کره ناگهان قیمت این کالای خوراکی و اساسی هم دو برابر شد آقای نکته چهارم این که آقای اجهی داستان کل کشور در مصاحبه خودش تایید کرد که از آقای محمد ازا رحیمی که به میمرام اسم میمره اسم برده میشه ازش معاون احمدی نژاد ازش بازجویی شده در پرونده اختلاس بزرگ خانوم الهه راستگو هم که نفوذی باید گفت داخل اصلاح طلب ها بود و رأی به قالیباف داد به دلیل اینکه برادرش از پیمانکارای بزرگ شهرداری بود به اتفاق آرا که تلفنی آرا را گرفتند از حزب اسلامی کار که از احزاب ائتلافی اصلاح است اخراج شد وزیر نیرو هم صحبت کرده از اینکه پروژه بزرگی که بین وزارت نیرو و راه بر سل ریل اختلافی بوده و اینها یک فساد بزرگ دوازده هزار میلیارد تومانی درش بوده ارقامی که از ابعاد تصور آدم هم بزرگتره و اما نکته آخر اینکه آقای تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در همین سمینار ائمه جمعه فرمودند که اخراج اساتید دگر اندیش در دانشگاه ها یکی از خدمات دولت قبلی بود زمنان ایشون فرمودند که رهبری فقط از بسیج و ائمه جمعه در زمینه فرهنگی رضایت دارند اندکی سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی